به نام یاد خدا دوست کائنات شاگردا و آینده ساز کشور، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدا کنه لباس عافیت به تن داشته باشی و صحتمند باشی. دوست کائنات، مثل همیشه امروز نیز ما یک درس جدید با هم یک جا می خوانیم و کلمات و هجاها و تجزیه های جدید ازش یاد می گیریم. قسمی که در درس گذشته ما شما خواندیم درس ما وطن بود. نقشه مقبول افغانستان که سر تخته می بینیم چی است؟ نماد از اتحاد ما شما است و ما شما افغانستان خود زیاد دوست داریم. قبل از اینکه درس جدید بخوانیم، اول بریم یک بار درس گذشته رو با هم بخوانیم تا که هم درس گذشته با شما تکرار شود و هم بتونیم درس جدید ربطش همراهش بفهمیم. صفحه 35 کتابکایتان رو باز کنین و ببینین. وطن، وطن عزیز ما افغانستان یک کشور اسلامی است که در آن اقوام مختلف زندگی می نماید. وطن ما شهرهای بزرگ، کوههای بلند، تپههای سرسبز، دشتهای کلان و جنگلهای زیاد دارد. تا اینجا خوانده بودیم. قبل از اینکه درس جدید بخوانیم، اول بریم که لغاتهایش با هم کار کنیم. شما اینجا ما شما در درس گذشته خوانده بودیم که در آن اقوام مختلف زندگی می کند، می نماید. خب اقوام چی مانا؟ اقوام، اقوام، خب اقوام، اقوام. مثلا در کتاب تانم خواندید که در افغانستان اقوام مختلف زندگی می نماید. اقوام جمع است، مثل که در رسای گذشته ما شما خوانده که ما توسط چی جمع می کنیم؟ توسط هیدو چشمه و حلف بعض از کلمه ها اسم ها را جمع می کنیم. پس اقوام هم اینجا جمع است. اقوام به معنی چی میشه؟ قوم ها. اقوام به معنی چیز؟ قوم ها. در افغانستان اقوام مختلف زندگی می کند، یعنی قوم های مختلف زندگی می کند، مثل تاجک، ازبک، پشتون، پشهی، بلوچی و غیره. درست است؟ پس اقوام چی معنی میتن؟ قوم ها. اقوام به معنی قوم ها هستن. مثلا ما شما میگیم که در افغانستان اقوام مختلف زندگی میکنن. مثل که در درسای گذشته به شما گفتم، شما وقتی که لغات ها را استاد برتان میت ترجمه کنین و معنایش بنویسین، باید چی کنین؟ همونطور که معنایش نوشته کنین در جمله باید هم خودش استعمال کنین. اگر ما شما بگیم که در افغانستان قوم های مختلف زندگی میکنه، این هم صحیح است. اما اگر استاد ما شما را بگه که شما اقوام در جمله استعمال کنین، ما باز نوشته میکنیم برای قوم ها اقوام. در افغانستان اقوام مختلف زندگی میکنن. دومش هم از عزیز، دومش عزیز است. خب جای میشه اینجا نشتش میکنیم عزیز. مثلا کشور عزیز من افغانستان. درست است؟ کشور عزیز من افغانستان. یا مادرم بر من عزیز است، کشورم برای من عزیز است. درست است؟ این جملاتی است که ما شما استعمال کنیم. یا شاگرد عزیزم، استاد عزیزم. عزیز به معنی چیز؟ گرامی، ارجمند. گرامی چند معنا داره؟ خب گرامی یا عزتمند، عزتمند یا ارجمند. کتابتون سه معنا آمده. ارجمند، والدین ارجمند یعنی والدین عزیز، شاگردای عزیز یعنی شاگردای ارجمند، گرامی. درست است؟ کشور عزیز، وطن عزیز ما افغانستان است، یعنی کشور عزتمند من، کشور گرامی من افغانستان است. خب این را که یاد گرفتیم، اقوام، قوم ها، عزیز، گرامی، عزتمند و ارجمند، پس میاییم در درس جدید. کتابتان رو ببینید، صفحه 35 کتابتان. پایتخت وطن ما، پایتخت وطن ما شهر کابل است. پایتخت وطن ما شهر کابل است. و بیرق کشور ما، و بیرق کشور ما
سه رنگ دارد و بیرق کشور ما سه رنگ دارد. صفحه 35 قسمت اول شما در کتاب ببینید بیرق افغانستان به شما نمایش میده که چی از سه رنگ است. سیاه، سرخ، سبز. سیاه، سرخ، سبز. ما وطن خود را دوست داریم. ما وطن خود را دوست داریم. خب دوستان از آله که را خواندیم، بازم کلمه های مشکل شد، بیاییم که یک جا هجا کنیم و تجزیه کنیم. پایتخت، پایتخت کمی مشکل است. خب بیاییم با هم کارش میکنیم. پای، پای تخت. خب پای تخت، پای تخت دو. چی داره؟ پای تخت وطن ما شهر کابل است. پای تخت، درست است؟ پای تخت، پای تخت وطن ما شهر کابل است. خب پای تخت از کدام حرف تشکیل شده؟ پای تخت از پنیمه الف پوره، چون الف یک از حرف هست که به شکل پوره نشته میشه. یای نیمه، تی نیمه، خی نیمه و آخرشان تی پوره، چون در آخر آمده در آخر اکثرا حرفا به شکل پوره نشته میشه. پایتخت وطن ما شهر کابل است. بیرق، بیرق اگه کار کنیم، بیرق، خب باش که جدا نشته کنیم بهتر مام شده برتن. بیرق، بی یا روی قاف، بیرق. خب بازم اگه این رو شما تجزیه کنیم، بی یا نیمه، ر و قاف پوره، چون در آخر آمده در آخر ما شما میفهمیم که اکثرا هر حرفی که باشه چون در آخر آمده به شکل پوره نشته میشه. اگر ری و دال و و اینا باشه خب همیشه به شکل پوره است، اما اگر فای که به شکل نیمه وجود داشته باشه چون در آخر است پوره نشتش میکنیم. خب پایتخت کش، پایتخت وطن ما شهر کابل است. پایتخت وطن ما شهر کابل است و بیرق کشور ما سه رنگ دارد. بیرق کشور ما سه رنگ دارد. سیاه، سرخ، سبز. خب اگر ما شما تجزیه کنیم، سیاه، سرخ و سبز. سیاه، سیاه از کدام حرف تشکیل شده؟ سین یا الف هی سیاه. اکثرا هیش وقت تلفظ چی نمی کنن؟ سقیل نمی کنن. خفیف کیره بعدن دستان تای بالا شما خواد خانید. بعد از اون سرخ، سرخ و سبز. در اول درس هم ما با شما چی گره بودم؟ درباره رنگ بیرق معلومات داده بودم. خب سیاه، سیاه از کدام حرف ها تشکیل شده؟ سین نیمه، یای نیمه، الف پوره، ه. سرخ، سین نیمه، ر پوره، چون ر از حرف هست که به شکل پوره نشته میشه و سرخ هم خیش هم در آخر آمده پوره. سبز، سین نیمه، ب نیمه و ز پوره. سبز، درست است؟ سبز، سیاه، سرخ، سبز. بیرق کشور ما سیاه، سرخ، سبز است. ما وطن خود را دوست داریم. وطن خود را دوست داریم. اینجا ما می مؤلف است، می فهم کیره؟ می توانید شما تجزیه کنین. خود، خود را اگه ما شما تجزیه کنیم، خود هم گرچه آسان است خب خیلی کارش میکنیم. خی و دال، خود. در بین خی و دال، و دال از حرفای است که همیشه به شکل پوره نوشته میشه. خب خود خیلی مست، و پوره و دال پوره، خود. دیگه شما از دوست،
در کلمه دوستان بعض حرفا به شکل پورا نوشته میشه همیشه. یک نفر برام بگو یکی او کدام حرف است. دوست. خب دوست دوست داریم. صحیح است؟ دوست. خب اگر ما شما چی کنیم؟ تجزیه کنیم. دوست 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 دال واو از حرفای است که همیشه به شکل پرنشته میشه. دال بعدن واو سین نیمه و تی پوره. تی چون در آخر آمده و شکل پوره نوشته میشه. دوست داریم. خب بعد از او پایین شام صفحه 35 لغات آمده که در اول کار کردیم میره حتما در جمله باید استعمال کنید. خب دوستکای ناز من یک بار دیگه درس برتان میخوانم، شما هم از پشت من تکرار کنید. از سر میخوانم برتان. وطن. وطن عزیز ما افغانستان یک کشور اسلامی است که در آن اقوام مختلف زندگی می نماید. وطن ما شهرهای بزرگ، کوههای بلند، تپههای سرسبز، دشتهای کلان و جنگلهای زیاد دارد. پایتخت وطن ما شهر کابل است. پایتخت وطن ما شهر کابل است. و بیرق کشور ما سه رنگ دارد. سیاه، سرخ، سبز. ما وطن خود را دوست داریم. خب دوستکای ناز درس امروزتان هم خوب بود. این درس را کتابچه‌تان نوشته کنین و دو لغاتی که در آخر صفحه 35 آمده در جمله استعمال کنین. تا درس بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خداحافظ.